خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. خیلی خوشحالم که با آقای مهندس سهراب چمنارا هستیم. ضمن سلام به ایشون و خوش آمد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتن. برای شما در قسمت اول برنامه توضیح دادم وقتی که ما اون ماجرای توافق نامه رو که الان بحث اصلی ایران هست، بحث اصلی آمریکا هست و اینها، و یه مقداری نگرانی بود که آیا این تصویب بشه یا نشه، گذاشتیم. آقای سهراب چمنارا کامنتی گذاشتن، نظری نوشتن اونجا که من به شما هم پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدین، این کار شایسته است. و نوشتن که این توافقنامه نیست و این برجام هست، برنامه جامع. حالا خودشون توضیح میدن چه تفاوتی داره یه توافقنامه یا این برنامه جامع. آیا شما خوشبین هستید یا نیستید؟ ضمناً شما یکی از اونهایی هستید که شما هم دنبال کانستیتوشن، قانون اساسی هستید و باور دارید که قانون اساسی باید تکرار بشه تا توی مغز همه ما جا بگیره. یه مقداری هم گله کردید که این آقای دکتر نصر احمدی وقتی میان انقدر از این ور اون ور صحبت میکنن که اون رو حقیقتا به دست فراموشی میسپارن و آخر هر برنامه میگن هفته آینده. حالا شما این فرصت الان هست، اینجا منم در خدمتتون هستم، میکروفون رو در اختیارتون میذارم، یه مقداری صحبت کنید. و ضمناً دوستان، کتاب‌های آقای سهراب چمنارا روی وبسایت خودشون، روی مردم تیوی فیسبوک هم هست. اگر اونجا نمیدونم توی فیسبوک چگونه میشه سرچ کنید، ولی امروز برنامه ایشون رو روی فیسبوک که میذارم، لینک اون چمنارا.net رو هم میذارم که خیلی وبسایت آسون و راحتی، یعنی منی که انقدر خرف هستم یاد گرفتم و از بر کردم، دیگه شماها که همه باهوش هستید به نظرم خیلی آسون میاد. آقای چمنارا، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، و روز کارگر رو به شما تبریک میگم. به نظر میرسه شما هم مثل من کارگر هستید و این روز رو دو برابر کار میکنید. بفرمایید، در خدمتتون هستید. با درود خدمت شما و بینندگانتان، مثل خیلی از مذهبی که همیشه با بسم الله صحبتشون شروع میکنن، من ترجیح میدم بگم به نام قانون اساسی نجات دهنده ما ایرانیان در آینده. و همونطوری که خدمتتان قبلا هم عرض کردم، اگر از قانون اساسی شروع بکنیم به تمام مشکلات و مسائل میرسیم. دیگه احتیاج نیست که در یک مورد اسپسیفیک صحبت کنیم. در ضمن من ایراد به آقای دکتر نصر احمدی نگرفتم، ایراد به دیگران گرفتم که ایشان رو منحرف میکنن و ازشان سوالاتی میکنن که باعث میشه ایشان هم چون باید جواب بدن، اینه که از اون مسئله اصلی که قانون اساسی است و ما میخواییم اینه به اسلام چه گفت ملکه ذهن تمام ایرانیان بکنیم خارج میشیم. ما حالا به دوران مشروطه نمیخوام برم، یعنی حدود 100 سال بیشتر ما دنبال قانون اساسی بودیم و حتی این انقلاب 57 ما هم انقلاب قانون اساسی بود، چون خواست مردم استقلال آزادی قانون اساسی بود. حالا این چطوری تبدیل شد به استقلال آزادی جمهوری اسلامی اون بمانه. ولی با توجه به این که شما هر مشکلی که الان در ایران وجود داره در موردش صحبت بکنید، میرسید به این که مشکل نبودن قانون اساسی. من از شاید بگم 35 سال پیش و امروز کسی در مورد اون موضوع هیچی و یا اینکه بعدن جنگ نعمته کسی صحبتی نمیکنه. چرا؟ چون طبق قانون اساسی ما اصلا نمیتونیم درش صحبت کنیم. فقط یک بار زمان آقای خاتمی یکی از آیتم‌های قانون اساسی میخواست مطرح بشه و اون آزادی بود، آزادی مطبوعات بود، که یک دفعه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم حکومتی آمد که آقا در این مورد اصلا صحبت نکنید. حتی این توافقنامه اتمی هم شما حالا اسمش توافقنامه توی
زبان ها افتاده ولی برجامه، یعنی یک برنامه ایست که آمدن نشستن صحبت کردن، یه تعهداتی از ایران گرفتن که آقا تو نباید این کاره بکنی، اونم گفته چشم این کاره نمی کنم، شما فقط بذارید من زنده باشم. البته اونجا من در چند خط کامنتی که نوشتم توضیح دادم که این چیه، این یه کار غلطی بود که از روز اول اینها به خاطر حفظ نظام خودشان که اون هم یکی از آیتم های اصلی قانون اساسی شونه، اینه شروع کردن برای یه کاری که مالا همه میگن برای یه تولید برق مثلا، در حالی که تولید برق که بنده خودمم توش هستم، باقی یک میلیارد دلار هم میشد یک همچین برقی تولید کرد. البته نیروگاه اتمی 1000 مگاواتیش حدودا 6-7 میلیارد دلار ارزش داره، نیروگاه گازیش 3-4 میلیارد دلار، نیروگاه گازیش 1 میلیارد دلار میتونن همچی برقی تولید بکنن. منتها این مملکت، این ملت در بند ما متحمل حدودا 100 بیلیون دلار خرج شد که شما به چشم میبینید، یعنی میتونید وزنش بکنید، کیلویی آهنش هم حتی بخواید بفروشید چندین میلیارد دلار میشه، ولی این پالایشگاه ها و این تجهیزاتی که روی زمین بوده شما چشمتان میبینید و دوده 100-120 میلیارد دلار خرج شده، علاوه بر این که حدود شاید بگم حدود 1 تریلیون دلار توی این 20 ساله به ایران صدمه خورده. خب همونطوری که کسی هیچ وقت سوال نکرد که آقا این کجای این جنگ نعمت بوده، پس فردا هم کسی نخواهد بود که از این آقایان سوال بکنه آقا این 1 تریلیون دلاری که خرج کردید برای که 1000 مگاوات برق تولید کنید خب کجا رفته، چطور شده؟ در حالی که اصولا ما اول باید صورت مسئله ره اون چیزهایی که میدانیم اول تعریف بکنیم تا اینکه بتوانیم مسئله رو حل بکنیم که اصلا چرا این نیروگاه، این پروژه اتمی اینها شروع کردن. حالا بگذاریم از این که حتی در دوران شاهنشاه آریامهر هم دوباره یک خیانت نسبتا کوچیکی، نه به بزرگی خیانت آخوندا، در اونجا شد که آقا مثلا والا حضرت اشرف این رفتن یه همچین نیروگاه از زیمنس گرفتن که واقعا زیمنس در این کار تخصصی نداشت نسبت به فرانسوی ها، و اون هم یک سیستم از کار افتاده زیمنس بود که اینا فروختنش به ایران و اینا مشغول شد. خودش وقتی که آمدن آخوندا گفتن آقا این اصلا به تاغوتی بوده و تازه اون وقت بعد از بمباران ها و تعدیلش داده رفتن دنبال روی خرابه های زیمنس که خودش در اصلا خراب بوده، یک طرح چرنوبیلی روسی گذاشتن که خداوند ملت ایران حفظ بکنه اگر یک زلزله چند ریشتری اونجا نیاد که نه تنها خلیج فارس بلکه قسمت های از ایران هم گرفتار واقعا بدبختی بزرگی خواهد شد. اینها اصولا شما فکر نکنید که آخوندا اصولا ملایان آدم های ساده هستند، اینا هر کارشان روی حساب و بسیار زیرک هستند و اینطور هم نیست که شما بهشان ایراد بگیرید آقا شما غلط کردید، نه اینا کارشان از نظر خودشان درست بوده. من اینجا یک نشانه زیرکی اینا اینا در سال حدود 100,000 تا گریجویشن از مدارس فیزیکشان اینا گریجویشن، تو این 100,000 نفر یکی دو تاشان میشه آیت الله و چند تاشان میشه آیت الله خودشما. بس بنابراین اینهایی که به این درجه آیت الله میرسن آدمای ساده ای نیستن که شما فکر کنید بابا اینا کلا سر جان رفتن
فرض یه تریلیون دلار خرج کردن و آخرش هم ریختنش توی آشغال بندی. نه اینطوری نیست. اینها همش روی حساب و کتاب خود شد. یعنی بعد از که جنگ تمام شد اینها آمدن، اینم تصمیم خود خامنه ای به تنهایی نیست، اینا یک باند مافیایی هستن، یک حدود 10-20 تا هستن، شاید بگم 40 تا، خود علی آقا و 40 نفر اطرافیانش، اینا با هم تصمیم گرفتن که با برای حفظ نظام بیایم همچی کاری بکنیم، که هم با یک تیر حتی دو سه نشان زدن. یکی این که با یک پروژه‌ای که میشد با فرض بفرمایید 10 میلیارد دلار هم کارش سر تشه هم آورد، اینها حدوداً 300-400 میلیارد دلار خرج کردن. چرا؟ چون از این بابت حدود 200-300 میلیارد دلار هم این طرف اون طرف به صورت کمیسیون و کمیسیون خیلی قانونی طبق قانون اساسی خودشون، چون اینا هر دزدی هم که میکنن باز طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کار کامل کامل قانونیه، چون اینها حکومت امام زمان هستن و برای آمدن امام زمان باید اینها یک سری به اصطلاح جای اندوخته هایی داشتن. وقتی که امام زمان تشریف آورد این اندوخته ها برای پیروزی نهضت ایشان باشه، همونطوری که وقتی که 18 میلیارد دلار با آقای خامنه ای فرستاد که بره سوریه و لبنان ترک ورش داشتن، خدمت شما عرض کردم، بعدن آقای اردوغان آمد که این پول بالا کشید 18 میلیارد دلار، یه توافق کردن که آقا هر موقع امام زمان تشورد 18 میلیارد به آقای امام زمان بدن، که مسئله تمام فیصله پیدا کرد و ربح کارش. حالا اینها از این بابت اگر که آمدن یک پروژه فرد بفرمایید 10 میلیاردی تبدیل کردن به 400-500 میلیارد و توش 300-400 میلیارد هم خوردن، در حقیقت اینها این سیف کردن طبق قانون اساسی خودشون که بعدا مصرف بکنن. حالا بعد از این همه مدت توی اصل فشاری که غرب اینها آورد که آقا شما نمیتوانید این کار بکنید، چون ممکنه، البته ممکن که نه 100% دنبال بمب هستید، اینا گفتن بسیار خوب، مسئله نیست، مسئله رو ختمش میکنن و در این حال اون تمام سیوینگی هم که دارن برای خودشان این طرف اون طرف گذاشتن در دست دارن. و آخرالامر چیزی که کلاهی که میره سر ملت ایرانه، اینها هم پیچیده از دست ندادن و طبق قانون اساسی خودشون کارهاشون هم درسته. بنابراین به اعتقاد من دیگه مسئله توافق اتمی باید یک مسئله تمام شده فرض بکنیم، همونطوری که جنگ تمام شد و دیگه هیچ کس سوال نکرد که این 8 سال بدبختی ملت ایران رو نمیدونم میلیارد ها تریلیون دلار هم خرج شد و 1 میلیون که کشته دادیم کجاش نعمت بود. همونطورم شاید سال آینده مسئله اتمی هم حل میشه و ملت برمیگرده به همون حالتی که قبلا داشته. بنابراین این استنباط من از این برجام و زیادم برام مهم نیست که کنگره آمریکا اینو قبول بکنه یا رد بکنه، به هر حال این به همین شکلی که هست باقی میمونه و اینها هم به زندگی خودشان به همین شکل ادامه میدن. این نظر من در مورد قانون، در مورد این توافق یا برجام اتمیه. حالا در خدمت شما هستم که اگر مسئله دیگری باشه به اون بپردازیم در چارچوب قانون اساسی. من ممنونم از شما. نظر شما راجع به افرادی که مثل من فکر میکنن که شاید این در یا پنجره‌ای باشه و اون سالهای آخر حکومت شاه دوباره تکرار بشه، این بار برای آخوندا، حالا این آخوندا با تجربه‌ای که دارن و با اون زرنگی که هم شما بهش گوش زد کردید و هم با من باور دارم بتونن به اصطلاح از این
محلک جون سالم به در ببرن، یا اینکه وایسن تا زمانی که خیلی دیر بشه و ماجرای شاه تکرار بشه. نظر شما در این مورد چیه؟ یعنی این چیزی که ما امیدواریم که بلکه اینجوری بشه، شما به ما چی میگید؟ میگید که زهی خیال باطل یا امیدی هست؟ بله، نه صد درصد. اتفاقا کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی اصلا اساسش اینه که اینها بالاخره رفتنی هست، یعنی شکی درش نیست. اینه من با اطمینان خاطر همونطوری که در کتاب 2020 به صورت یک استدلال فنی ثابت کردم که اینها رفتنی هستن. حالا اگر تا اون موقع که ما به کمک فریقانی مثل آقای دکتر نصر احمدی و حقوقدانان جنبش سبز که اولین پیشگامان آوردن قانون اساسی، مطرح کردن قانون اساسی بودن، بتوانیم ملت به اون حد از روشنگری برسانیم که شعارهاشان بشه همون قانون اساسی، استقلال، آزادی، قانون اساسی، در سال 2020 وقتی که اینها میرن ما یک به اصطلاح آلترناتیو یا جایگزین خواهیم داشت که ملت روشنگر، روشن شده باشن و بتونن قانون اساسی جایگزینش بکنن، قانون اساسی مردمی، حالا اسمش بذارید سکولار دموکرات، قانون اساسی که دین از حکومت جدا باشه، قانون اساسی که اصول حقوق بشری توش باشه. بذارید یک موضوع خدمت شما بگم و اون این که چرا اینها رفتنی هستن. اصولا انقلاب ها وقتی پیش میاد، این از گفته های آقای دکتر منصور فرهنگ بود که در یک جمله خلاصه اینه گفتن که انقلابات وقتی پیش میاد که مردم از اصلاح ناامید شده باشن. انقلاب 57 وقتی پیش آمد که مردم ایران از اصلاحات توسط شاهنشاه آریامهر در مورد قانون اساسی ناامید شده بود، هرچند که خب ایشان هم چون زیاد مثل اینها اهل صحبت کردن و اینا نبود، هرچند که آمد و گفت که من پیغام شما رو شنیدم و سعی میکنم که قانون اساسی رعایت بکنم، ولی فایده نداشت. آخوند و اصولا ملا خیلی خیلی زیرکتر از اون چیزیش که ما فکر میکنیم. اینها میدانند که انقلاب وقتی پیش میاد که مردم از اصلاح ناامید شده باشه، به همین دلیله که اینها همیشه دیگ اصلاح روشن نگه میدارن. حالا انتخابات چون من و شما و هر آدمی که دو کلاس سواد داشته باشه میفهمه که این انتخابات و این تغییر رئیس جمهور و این برداشتن اونه، این هیچ تغییری نمیکنه، همه شون سر تا یک ارباز هستن، ولی اینها دائم امیدواری میدن به ملت که ما داریم اصلاح میدیم. اون آخوند میره یکی خندان میاد به امید اصلاح، مردم میان 4 سال 5 8 سال وای میسن با امید کو اسلام سلایدر، یکی دیگه میاد 100% عوض میکنن راه، یکی میاد با دولت تدبیر که میخواد چه کار بکنه. اصلاح بهشون نیست، چون در من وقتی که این کتاب قانون سال 2020 سقوط حکومت اسلامی می نوشتم در اونجا استدلال کردم چون درصد لایک ما در ایران رسیده به 50%، بنابراین دیگه ما در مسیر حرکت هستیم به سوی سال 2020.
ولی یک دفعه 5 ماه پیش معاون استاندار، یک شخصیتی در مقام معاون وزارت کشور، میاد توی تلویزیون میگه آقا 90% جوانهای ما بیدین هستن. متوجه حرف من نیست، حرف معاون وزیر کشور جمهوری اسلامیه. یعنی خود اینها هم میدونن که مردم دیگه به مرحله لامذهبی رسیدن و الان طبق تمام آمار در گلوب بگیرید اینا، درصد بی اعتقادهای ما در ایران بالاترین در دنیا، برخلاف مثلا آمریکا که مذهبی ترین ملت دنیا هستن، ایران از نمیخوام بگم لامذهبی، اعتقادی کسی نداره. این از این دارم برمیگردن به اصلاحات که اینها دنبالش هست تبلیغ میکنن، چون مردم دست اینا رو شده. اینها دائما دارن الان 36 ساله دارن در مورد حجاب و حقوق زن تبلیغ میکنن. خب شما خود همه ما به چشم خودمون داریم وضعیت اینها رو در رفتارشان با زن میبینیم. آیا اینها امکان شما میبینید که در آینده، در 2-3 سال آینده اینها بتوانند 1 میلیمتر به زنان آزادی بیشتری بدن؟ نه. و وقتی که نصف مملکت که قدرت زن هست و این همه جوان ما، اینها واقعا به اون نتیجه برسن که اصلاحاتی در بین نخواهد شد، بنابراین این دیگه فشار بی برو برگرد 3-4 سال دیگه خواهد ترکید. تمام این استدلالی که من دارم میکنم شاید از 7 سال پیش بود که اون کتاب قطور فرستادم خدمت شما، قانون اساسی تنها راه نجات ایران در روشنایی تاریخ، و بعد کوچیکش کردم، خلاصش کردم در روشنایی تاریخ با خلاصه از تاریخ، و قانون اساسی حقوقدانان جنبش سبز هم اونجا زمیمش کردم. فقط به خاطر اینه که مثل دفعه قبل کلاه سر این ملت نره. وقتی که انقلاب میشه که حتما خواهد شد، بی برو برگرد، حالا این سال 2019 خواهد بود یا سال 2020 خواهد بود، هرچون در اون موقع باید ملت دنبال یک قانون اساسی، یک پیشنویس قانون اساسی در دستشان باشه. شعار ملت نباید مرگ بر این مرگ بر اون باشه، شعار ملت باید استقلال، آزادی، قانون اساسی باشه. در اون صورت هست که اگر که توی بلبشوی انقلاب، اسمش بلبشوی نمیدن، در اون هیجانات انقلاب یک سری افرادی آمدن دوباره، البته نه به زیرکی این آخونده، شاید با قدرت‌های قهریه توانستن خودشان تحمیل بکنن باز به ملت ایران، دوباره قانون اساسی خودشون بیارن. بنده خدمت شما بهتر از هر کس دیگری میدونید که من اون چندین از این شوراها و نمیدونم جبهه ها و همبستگی ها و نمیدونم گروه ها بودم، با همه شونم رفیقم، از چپش بگیرید تا راستش. هر جایی هم که رفتیم به من فرصت صحبت کردن داده شده، گفتم آقا من چیزی که از شما میخوام، قانون اساسی که شما بهش معتقدین چیه که من بگم که آقا من دنبال شما میدوام؟ همه من آدمانی بسیار تحصیل کرده و دکترای نمیدونم فلان و اینا و این برابر، نه آقا قانون اساسی باید مجلس مؤسسان تایید. آقا اول شما باید به ملت ایران هم رفت گفت قانون اساسی سال 1306 نیست دوران مشروطه را شما رعایت بکنید. بعد به علت اینی که یک عده اهریمن آمدن این قانون اساسی به ملت انقلاب دزدیدن، ما گرفتار این قانون اساسی، این بار نگذارید دوباره کلاه سرتان بره. به همین دلیل هم هست الان قانون اساسی آقای دکتر نصر احمدی، من در وبسایت unitediranian.com و هم
در چمنارا دات نت هر دوی اینها قانون اساسی ایشان گذاشتم. البته خود آقای دکتر نصر احمدی هم بارها گفته که آقا این قانون اساسی نیست که من میگم باید این قانون اساسی بشه، این یک پیشنهاده که شما برید بخونید، ایراد بگیرید، با من صحبت بکنید، حرف بزنید و ما توی این 3-4 سال آینده اینقدر در مورد قانون اساسی صحبت بکنیم که وقتی که دیگه اجتماعی ایران ترکید ما بدانیم جایگزینش چه خواهد بود. این حتما مثلا با خود آقای دکتر نصر احمدی صحبت کردم، ایشان رفته یک کتاب 150 صفحه‌ای در مورد قانون اساسی نوشته که شما میتونید از وبسایتی که خدمتتون عرض کردم، وبسایت خودشون هم دانلود بکنید، مطالعه بکنید. احتیاج هم نیست که حتما کتابشون رو بگیرید، چون ایشان هم فروشنده کتاب نیستن به اون شکلی که خیلی هم ممکنه دنبال این بیزینس باشن. ایشان میخواد این پیام به ملت ایران برسن. من با ایشان صحبت کردم، ایشان این کتاب 150 صفحه نوشته، بنده در یک صفحه گفتم آقا من معتقدم باید این 9 ماده ای که در وبسایت unitediranian.com هست، این 9 ماده هم در قانون اساسی گنجانده بشه. حالا بابت همون 9 ماده من در مورد یک مادهش با ایشان یک بحث شاید 5 دقیقه 6 دقیقه ای داشتم و آخرش هم توافق نکردیم، ولی این دلیل نمیشه که من و آقای دکتر نصر احمدی توافق نکنیم. ایشان 10 سال از من سنن جوانتر هستن ولی 40-50 سال از من از نظر معلومات و دانش و این چیزا پیرتر هستن. من احترام و زیادی برایشون قائل هستم. این موضوعی است که ما سعی میکنیم و بنده خودم دارم میگم که فقط و فقط مردم روشن بکنیم در مورد مشکلاتی که خواهند داشت و بتوانیم این مشکل برای آینده ایران حل بکنیم و اون فهم و درک قانون اساسی. بسیار ممنونم از شما، خیلی قشنگ شما توضیح دادید که یعنی خود حکومت این اصلاح طلبا رو در حقیقت میگن، بعض وقتا میگن اپوزیسیون، پوزیسیون میاد اپوزیسیون میسازه مصنوعی. یعنی شما باورتون به این هست؟ همین الان که با شما صحبت میکنم وایس آف امریکا خبری رو گذاشته روی وبسایتشون که یک مقام ایرانی از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی این فردو هست، مثل که بعضی ها میگن فردو، بله خبر داده. شما چیزی در این مورد میدونید یا نه؟ چون این خبر خیلی جدید بود، مال امروز هست. نمیدونید؟ اصلا به شما عرض کردم 1 تریلیون دلار خرج یک پروژه احمقانه شده که باید بریزنش رو دریا، بتون بریزن رو. حالا ما دلمون رو خوش بکنیم، وقتمون رو صرف این بکنیم که آقا این تصویب میشه تصویب نمیشه، کی موافقه کی مخالفه، هو کیرز بقوله هیلری کلینتون، هو کیرز، چه فایده داره در مورد این سو پس کردن. ما باید آینده نگاه کنیم. آینده ما اینه که این رژیم خواهد پوکید، این رژیم خواهد رفت، ما چی رو میخواییم جایگزینش بکنیم؟ ما یک رژیمی میخواییم مبتنی بر قانون اساسی پیشرفتهی که یک عده آدم های فرهیختهی مثل دکتر نصر احمدی و قانونداران جنبش سبز آقای شجاع شعاب دنبال این کار هستن و ملت بفهمن دردشون چیه. دردشون فلان آخون نیست. امروز آقای خامنه‌ای به قول آقای رنگارنگ اصلا معتقده که آقای خامنه‌ای مدت هاست مرده. یکی از چیز فرقی نمیکنه چه ایشان باشه چه یک آخوند آنوسی دیگه باشه، هر چی باشه هیچ فرقی نمیکنه، تا زمانی که ما در مورد قانون اساسی نتوانیم ملت روشن بکنیم. بسیار ممنونم. یک نوشته ای رو شما روی فیسبوکتون گذاشتید دیروز در رابطه با عصر پسا خشکیدگی هست. هم من هم شما میدونیم که در طی طول به اصطلاح عمر کره زمین یه جاهایی قبلا آب بوده خشک شده، یه جاهایی خشک بوده الان آب آمده و ایستاده و اینها، ولی نگرانی در ایران مخصوصا در
شهر تهران خیلی زیاده، به دلیل اینکه به اصطلاح مهندسی بیرویه برج‌سازی، نبودن فضای سبز، جایی که آبها به اصطلاح بتونن تخلیه بشن در مواقع بارندگی و اینها. و یکی از مشکلاتش اون موضوعی بود که مترو تهران رو آب گرفت و اینها. نظر شما چیه و به نظر شما ما مردم معمولی چه کار میتونیم انجام بدیم که به اصطلاح کمکی کنیم به این موضوعاتی که اگر اتفاق بیفته جان هزاران نفر، شاید هم میلیون ها نفر، چه در ایران چه در تهران به اصطلاح به خطر میفته؟ عرض کنم این موضوع که مطرح فرمودید این هم دوباره تازگی نداره. عرض کنم دفعه قبل بود من به شما داشتیم در مورد قانون اساسی صحبت میکردیم، میگفتم به اعتقاد من، البته وقتی که دولت تدبیر آمده بود رو کار رو برای اولین بار دوباره این مطرح کرد، گفتم آقا بهتره شما پشت سرتون به جای اون مناظر، مناظری از این خوشسالی طوفان‌های شن و زاینده رود و در ارومیه و این ور اونور بذارید که مردم بفهمن که ما یک بدبختی سرمون آمده بزرگتر از این پروژه اتمی و از بین رفتن $1 تریلیون صدمه به ملت ایران. ببینید میخواستم این خدمت ها میگم، یه موقع از شما میگید که یک دوست وقتی که میاد خانه میبینید که خیلی آهسته میاد صندوق مثلا پولی باز میکنه، جواهرات بر میداره، خیلی آرام بدون که هیچ چیزی از بین ببره از خانه میره بیرون، میگه که دزدی کرده. یه دزد دیگه هست که اصلا شما نمیتونید اسمشو بذارید دزد خرابکار. یارو میاد همه چیزی که بر میداره هیچی، خانه رو نابود میکنه و میره بیرون. بنده اصلا و ابدا نگران $1 تریلیون دزدی های اینها نیستم. همونطور که خودشان گفتن $700 بیلیون آقای نوبخت معاون آقای رئیس جمهور روحانی 6 ماه پیش بود گفت آقا ما $700 میلیارد ما اصلا گم شده. بالاخره این ملت وقتی که دوباره مردم روی کار میان قانون اساسی درست حسابی خواهند داشت. شما باور کنین ظرف 5 سال تمام این مشکلات حل میشه و ایران دوباره همون گلستانی میشه که قبلا بود. ولی بلایی که اینها از 20 سال پیش بعد از جنگ سر ایران آوردن که بنیانگذارش همین آقای رفسنجانی بیزنسمن بود، اصلا جایگزین شدنی نیست. اینها آمدن از دشت مغان بگیرید که همین آقای وزیر کشاورزی که من خیلی خوب میشناسم ایشان، آقای کلانتری که اون موقعی که من ایران بودم ایشان اصلا همش میرفت دشت مغان، یه دشتی درست کرده بودن همه از کشاورزی آذربایجان اینا خشک کرد، یعنی دریاچه ارومیه رو خشک کرد، اینقدر سد زده، اینقدر ورودیاش قطع کردن، چاه زدن این طرف اون طرف. میایید میرید این صنایع مزخرف آب مصرف کنی که توی اصفهان درست کردن، بعد روی این سد کارون زمان شاه فقط 1 سد گذاشته بود. همین خانم ابتکار که امروز داره به عنوان متخصص انوایرمنت، حالا این شاه فقط یه مترجم دانشجوان پرو خط امام بوده، یه دختر 20 ساله بود اون موقع مترجم بود، حالا شده برای ما متخصص، با 36 ساله در کار انوایرمنت داره. بعد از 36 سال شما یه لیسانس انوایرمنت هم باید گرفته باشین، پدر صاحب مملکت در خوردین. کارون 1، کارون 2، کارون 3، بعد سد گتوند. بابا برید این داستان هایی که استادای دانشگاه ما، که حالا من چون یکی از کارامون کار انوایرمنتالی بود در تبدیل آشغال به برق و به علت تماسی که با یک استادای دانشگاهی داشتم، درد دل اینا رو میفهمیدم. اینها داد میزدن، فریاد میکردن، گریه میکردن که آقا نکنید این کاره،
آخه بی انصافا شما به خاطر از بین بردن قبر کوروش میرین سد گتوند درست میکنید به عنوان اینکه سد کشاورزی، هیچ ارزش کشاورزی هم نداره سد سیون، معذرت میخوام. بعد میاد همون سد سیون این طالاب نزدیک شهر شما را خوش کرد. تمام این کارهایی که اینها کردن، الان مسئله آبهای زیرزمینی ما یکی از مسائلی است که اصلا درست بشو دیگه نیست. یعنی اینکه اگر تمام این صدا رو شما خراب کنید، شاید 10 سال 20 سال باید طول بکشه که دنیا وارد یک سیکل دیگری از بارندگی بشه، شاید آبهای زیرزمینی ما از بین نره، یعنی برگرده به اون حالت 50% گذشتهش. آتش سوزی های جنگل ها به چه دلیل هست؟ حالا منهای آتش سوزی های عمدی خودشان که میرن جنگل ها رو میسوزنن برای خانه سازی و اینا، ولی آقا جان در آمریکا وقتی که یک آتش سوزی توی جنگل میشه، میبینید بعد از 10 سال 12 سال که جنگل دوباره رشد میکنه. چرا؟ چون همون دانه هاشون که میفته زمین به خاطر اینکه در زیر زمین منابع آبی هست خودشون میرسانن از اونجا تغذیه میکنن، دوباره درخت ها سبز میشه. در زاگرس ما که تمام جنگل های اصلی ما بوده، از اون بالا بگیرید از آذربایجان بیایید تا اصفهان و شیراز و بیایید به لرستان و خوزستان برسید، اینا همه چیز نابود کردن با این چاه ها و در سدهای بی خود بی هدف، فقط و فقط به خاطر اینی که به قول آقای رفسنجانی، خب بعد از جنگ بود، ما دیدیم که ما هم وسیله داریم هم این سپاهی ها بیکار هستن، گفتیم بریم چه کار بکنیم؟ بچی بریم سد بسازیم. خب بابا ای کاش این درآمد نفته که حدودا 1 تریلیون دلار بوده توی این 10 سال گذشته اصلا میدادن به اینا، تقسیم میکردن، میگفتن آقا برید خانهاتون بشینید و برید اروپا تفریح بکنید، کاری به کار این مملکت نداشته باشید. منتها اینا آمدن یک پروژه های علکی برای خودشان درست کردن که چیه، از اون 50% چیه بتوانن کمیسیون بگیرن برن تو حساب هاشون تو کانادا و نیوزیلند و نمیدونم اندونزی و این طرف اون طرف بذارن، از اون طرف هم هی بیان میشه سد گتوند. الان هیچ راه حلی، تنها راه حلی که سد گتوند در خوزستان داره که این ریزگرد ها از بین برن اینه که این دینامیت بزنن اینو از بین ببرن. بعد تازه حالا خانم ها آمدن، خانم ابتکاری دارن یه لوله میکشن برن آب از کجا بیارن، یه کارهایی میکنن درست حالت همون دزدیه داره که آقا این صندوق ما باز میذاریم، خواهش میکنم بیا این پوله رو بردار برو دیگه، زندگی ما رو خراب نکن، این خانه رو از ریشه از بین نبر. این دزدی اینا فرق میکنه با دزدی اون دزده، یعنی اینا علاوه بر دزدی همه چیز نابود میکنن. حالا در همون چیزی که در فیسبوک من هست، داستان آقای رستم قاسمی من نوشتم، بیشتر هدفم اون بود به خاطر اینکه این موضوع تالابی که در خوزستان باعث این ریزگرد ها شده و خوش کردن کار نفتی که روش کردن، بعد من میخواستم یه کامنتی روی اون بذارم که این آقای رستم قاسمی چه کاره بوده، از قول خودم هم ننوشتم، نامه یکی دیگره که از یکی از وبسایت هایی که در ایران بوده اونو چاپ کردم که آقای رستم قاسمی متولد سال 1341-42 کارش با آشپزی شروع میکنه، آشپزه، ایشان اصلا قیافش بکنی خپل مپل آشپزیه، آشپز بوده تو جبهه جنگ هم که میره حالا لباس سرداری میپوشه و جبهه چه بابا آشپز بوده پشت جبهه جنگ، خب هر آیت اللهی که میرفت توی جبهه یه چرا کباب و آب گوشتی بهش میداد، خلاصه همه نمکی میگه که بعد از جنگ آقا رو میان میکنن فرمانده خاتم الانبیا، خاتم الانبیا میدونین چیه؟ یعنی همون ارگانی که تمام کارهای اجرایی مملکت بعد از جنگ اینا داده شد، از موبایل فون گرفته تا فرودگاه تا نمیدونم سدسازی اینا،
این آقا که یه آشپز بوده کردنش خاتم الانبیا. آقای احمدی نژاد اینه میکنه وزیر نفت، که واقعا وقتی جلسات اوپک شد و این بابا اصلا وارد شد، آدم خجالت میکشید، اصلا خجالت میکشید. در یه موقع آقای آموزگار، دکتر آموزگار، که بعد از انقلاب مثلا میشه یکی از مدیران بانک های معظم ژاپنی، یک همچین شخصیتی حالا جاش داده به این آقای آشپزه، که البته خب ایشان یه 7-8-10 سال توی خاتم الانبیا بوده، حالا شده وزیر نفت، ایشان میاد تو اوپک مثلا سخنرانی بکنه. حالا شما ببینید دیگه آشپز وقتی میخواد سخنرانی توی اوپک بکنه دیگه بکجا. خب میشینن تو هیئت دولت آقای احمدی نژاد، وزیر نفتش ایشان و وزیر نفت و مشاور نمره یک آقای احمدی نژاد. آقا ما در اونجا نفت زیادی داریم، باید بریم این تالاب‌ها را خشک بکنیم. آقا تالاب‌ها را خشک کردن، داستان خشکسالی تالاب‌های خوزستان اینا خشک کردن که برن اونجا چاه نفت بزنن. پدر آموزیده، این همه شما چاه نفت دارید، این برای چی کار با اون دارید؟ این حالا مسائل انوایرمنتالیشو بذارید کنار، که الان دارن میگن که یه خورده رودها را باز کردن، چاه‌ها رو بستن، که داره تالاب به اون حالت اولیش برمی‌گرده. دوباره یه نکته دیگه همین الان شما یادم انداختید، یک نقشه‌ای در استاد دانشگاه کالیفرنیا، اسم شریفش یادم رفته، که اون هم یکی از افراد دوستان آقای مهندس شاه، دوسته خدا بعد این موقع آدم اسامی یادش میره، ایشان یه نقشه ای از مراکز خشک شده ایران نشان داده که اینها در مراحلی هستن که اصلا کشاورزی نابود شد. تمام اون نقاطی که روی این نقشه قرمز شده در شعاع 200 کیلومتری مراکز اتمی ایران. آقا جان این سنتریفیوژی که با این سرعت داره میچرخه که اورانیوم 250-258 از هم جدا بکنه، با این سرعت میکره، این احتیاج داره خنک بشه و اینها چاهای 1000 متری اطراف این مراکز اتمی زدن. تمام کشاورزی عراق اینا نابود کردن، اطراف اصفهان اینا نابود کردن، هر جایی که فقط به خاطر اینکه آب بکشن. یعنی دارم میگم این تعطیل شدن این برنامه اتمی یکی از خاصیتش اینه که در این چاه‌ها لاغت بسته میشه که اینقدر ما مصرف آب بیهوده نداشته باشیم. حالا ما دارن میگن که آقا مردم باید مصرف بکنن. آقا چاه‌هایی که اینا برای کارهای اتمی زدن و باعث شدن که اینها اینقدر آب بیمورد مصرف بکنن و کشاورزی نابود بشه، اصلا باور نکردنیه. و چیزی هم که در فیسبوک من هست واقعا قابل خواندن و توضیح داده. شما یک تلویزیون مردم دارین، ما هم که نمیتونیم حرفی بزنیم که صدا منو به جایی نمیرسه، یه فیسبوکی داریم، بعضی موقعا یک اخباری از میذاریم با یک نتیجه گیریایی که خودمان فکر میکنیم. و اینم دوباره برمیگرده به حسابشم بکنین، قانون اساسیه ملتی که مطبوعات نداشته باشه، مردم آزادی صحبت کردن نداشته باشن و طبق قانون اساسی حق صحبت کردن نداشته باشن، نتیجهش همینه که شما میدید. بسیار ممنونم از شما. شما یه مقداری کم لطفی میکنید، تلویزیون مردم مال شما هم هست، هر وقت که موضوعی باشه که لازم بدونید با دوستان صحبت کنید، به قول معروف توی آمریکا میگن که اینجا اوپن دور پالیسی داریم، در باز هست. و امیدوارم با پایان گرفتن تابستون ما بتونیم از وجود شما بیشتر استفاده کنیم. هر وقت که مطلبی بود، موضوعی بود،
هم از تلویزیون مردم هم از فیسبوک ما میتونید استفاده کنید. بازم از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. اگر حرفی دارید با بینندگان بفرمایید، اگر نه از حضورتون خداحافظی میکنیم به این امید که باز هم با شما باشیم در آینده بسیار نزدیک. من فقط میتونم در یک کلام خلاصه بکنم که تا اونجایی که میتوانید در مورد قانون اساسی صحبت بکنید، چون تمام گرفتاری و بیچارگی و درماندگی ما فقط به علت قانون اساسی است. همین. خیلی متشکرم از لطفتون. بسیار ممنونم، به امید دیدار شد. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای مهندس سهراب چمنارا بودیم. فیسبوک ایشون خیلی ساده، سهراب چمنارا، و وبسایت ایشون chamanara.net، و با ایشون در تماس باشید. مقاله‌ای رو که میذارن خیلی کوتاه و مفید و مختصر منظورشون رو اعلام میکنن و شما هم میتونید اونجا با نوشتن یا گذاشتن کامنت یا مسیج پیام مستقیما با ایشون در تماس باشید. منم امیدوارم که بیشتر ایشون رو داشته باشیم و بتونیم از وجود افرادی مثل آقای سهراب چمنارا استفاده کنیم تا از برخورد این عقاید شما بتونید نتایج بهتری رو بگیرید. ضمن این که به شما پیشنهاد میکنم، همونجوری که آقای چمنارا هم گفتم، قانونهای اساسی که پیشنویس شدن، یکی دوتام نیستن، چند تا هستن، ولی همشون یه چیزو میگن. به خاطر همین منظور آزادیه، منظور اینه که همه بتونن اون به اصطلاح عقیده خودشون رو ابراز کنن بدون هیچ اینکه هیچ نگرانی داشته باشن. اینها رو بخونید، اگر انتقادی به نظرتون میرسه با این دوستان تماس بگیرید. من فکر کنم وقتی شماها تماس بگیرید اینها خوشحال میشن، حاصل کارشون رو دریافت میکنن. هیچ کدام از اینها فکر نمیکنن برای پول یا به دست آوردن پول کتاب نوشته باشن، چون همه میدونیم که وقتی رو که میذارید برای نوشتن کتاب، پولی رو که خرج کنید برای پابلش کردنش و اینها، هیچ وقت اون هزینه ها بر نمیگرده، مخصوصا در جامعه ایرانی، مخصوصا حالا که دیگه ما تنبلتر هم شدیم و همه چیز رو آماده و فوری میخوایم روی فیسبوک در عرض یک دقیقه. همینجا از شماها هم خداحافظی میکنم و ویدیویی رو ساختیم به کمک بهروز از کانادا، 94 دقیقه است و اون رو بعد از برنامه آقای اجلالی به شما نشون میدیم و فعلا چند دقیقه ای رو ببینید و برنامه رو پی بگیرید. لطفا تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، از فیسبوک مردم تیوی دیدن کنید، و اگر شما هم مطلبی، ویدیویی یا موضوعی رو دارید که مایل هستید با دیگران در میون بذارید، با هزینه بسیار کم، بعضی وقتها حتی بدون هزینه، اگر مطلب خیلی جالب باشه میتونید اینجا منتشر کنید و به اصطلاح دوستان هم از نظرات شما آگاه بشه. بارها گفتم این خیلی مشکله که شما بتونید 7000 نفر رو یه جا جمع کنید. فعلا اینجا 7600 نفر هستن و ما با تکنیکایی هم که بلدیم فقط نمیذاریم اونجا اگر کسی اونجا رد شد ببینه، برای این دوستان یکی یکی ارسال میکنیم و اون رو هم به شما نشون میدیم، نتایج رو هم میبینید که وقتی یه پروگرامی میذاریم اونجا بیش از 1000 نفر رفتن، دوستان باور کنید 1000 تا ایرانی رو نمیخوام بگم مجبور کردن، ولی تشویق کردن به این که بیان یه عکسی رو فقط ببینن و برن خیلی کار مشکلیه، ولی ما تونستیم کار رو انجام بدیم و اون به غیر از این که با کمک شما دوستان بوده باشه چیز دیگه‌ای نبوده. پس همینجا جا داره از شما هم تشکر کنم و باز هم از آقای چمنارا ممنون و متشکرم. امیدوارم در آینده بتونیم ایشون رو بیشتر داشته باشیم. بریم تا چند دقیقه دیگه با آقای حسن اجلالی باشیم و همونجوری که گفتم تلویزیون مردم رو لطف کنید به دیگران هم معرفی کنید. آقای چمنارا هم اگه صدای ما رو میشنون خداحافظی میکنم و با امید دیدارشون. خدا نگهدار. خب این دوستانی که روی یوستریم
عذر میخوام، یه مقداری من مثل که اشتباه کردم، یو استریم رو میخواستم قطع کنم، اول برنامه خودمون را عوض کردم، ولی خب اشکالی نداره. از دوستان یو استریم خداحافظی میکنیم. یو استریم وقتی که میاین اگر برنامه شروع نشد ویدیو اونجا هست، خودتون میتونید با کلیک کردن شروع کنید، ولی اگر یه چند ثانیه‌ای صبر کنید اونا همچین که یک آگهی به خوردتون دادن بعد برنامه شروع میشه. مرسی، خدا نگهدار، به امید روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.